حوادث تروریستی خونبار یکی پس از دیگری جان شیعیان هزاره در نقاط مختلف افغانستان را میگیرد اما در این میان عدم تأمین امنیت شیعیان هزاره از یک سو و سکوت طالبان در برابر این حوادث پی در پی انگشت اتهام را به سوی دولت حاکم نشانه گرفته است همکارم علی اکبری گزارش میدهد طی کمتر از دو هفته سه حادثه تروریستی مشابه باعث شهادت چند شهروند شیعه هزار در افغانستان شده است در تازه ترین رویداد شهرک شیعه نشین جبرئیل حرات باز هم شاهد حملات تروریستی توسط افراد مسلح ناشناس بوده است این اتفاق در حالی رخ می دهد که نزدیک به ده روز پیش نیز دو عالم دینی شیعه هزاره طی حمله افراد مسلح ناشناس در همین منطقه به شهادت رسیدند پیش از آن هم در ولایت های دایکندی و غزنی سه هزاره ی دیگر با حمله تروریستی افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیدند. منابع مردمی در شهرستان هرات میگویند که چند فرد مسلح ناشناس حوالی ساعت دو بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی به جمعی از شهروندان شیعه هزاره که در یک وسیله نقلیه در حال حرکت بودند در منطقه کور ملی شهرک جبرئیل در شهر هرات حمله کردند. به گفته منابع یاد شده در این حمله تروریستی شش نفر از شهروندان شیعه ی هزار شامل چهار زن و دو امام جماعت مسجد به شهادت رسیده و سه نفر دیگر زخمی شدند. همچنین طبق گزارش منابع مذکور متاسفانه حال زخمی های این حادثه ی تروریستی وخیم گزارش شده است. طالبان تا کنون درباره این حادثه و حوادث مشابه قبلی هیچ اظهار نظری نکرده است. سکوت ابهام آمیز دولت طالبان در رابطه با این اقدامات تروریستی تعجب بسیاری از تحلیلگران سیاسی و ناظران منطقه‌ای را برانگیخته است با توجه به اینکه شیعیان هزاره از امنیت جانی کافی برخوردار نبوده و هر لحظه بیم آن می رود که تعدادی از آنان به دلیل حملات تروریستی مشابه در نقاط مختلف افغانستان به کام مرگ گرفتار شوند ضروری است تمهیدات لازم در جهت حفظ جان و امنیت آنان به هر نحو ممکن در نظر گرفته شود پاسخگو کردن دولت طالبان از سوی گروه ها و شخصیت های معصر شیعه افغانستان و پیگیری های ممتد برای یافتن عاملان این جنایت ها از دیگر راهکارهای معصر برای پایان دادن به این گونه حوادث تلخ به شمار می رود. تصور می شود که شیعیان و هزاره های افغانستان ظرفیت ها و توانمندی لازم برای حل این معضل پیش آمده را داشته باشند و بایستی با همفکری افراد موثر و علاوه بر آن با بهرهگیری از ظرفیت های بین المللی دولت طالبان را ملزم به چارجویی موثر در این زمینه نمایند. نقش کشورهای مسلمان منطقه و نیز نهادهای حقوق بشری و همچنین شخصیتها و گروههای دینی شیعه در سرتاسر جهان و موزگیری قاطع آنان در قبال این جنایات بدون تردید در این زمینه گذار بوده و میتواند دولت طالبان را در برابر این جنایات پاسخگو کرده و امنیت نسبی شهروندان شیعه هزاره را تامین نماید